با سلام و درود خدمت شما عزیزان در خدمتتون هستیم با سری برنامه های ازدواج مسیحی من محمد سانوی به همراه دوست عزیزم داریوش و همینطور همسر گرامیشون حدیس عزیز خیلی خوش اومدید خیلی ممنونم خیلی ممنونم محمد جان ما خوشحالیم که تو این سری درس در کنار شما هستیم همینطور بیننده های محترم داخل منزل ام امیدواریم که ساعت خوبی رو با همدیگه داشته باشیم من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خوشحالم از دیدار مجددتون خب همونطور که مطلع هستید ما از یک کتاب ارزشمندی به نام Excellent وایف، خانوم شایسته همسر شایسته نوشته مارتا پیس داریم این در این برنامه استفاده می‌کنیم که امید است هی داریم تبلیغ این کتاب رو میکنیم مترجمین پیدا بشن لاقل خانومها ها آسین بلند کنند بیان این کتاب رو برای ما ترجمه کنند ما حاضریم براتون چاپ کنیم عزیزان ما لطفاً مطالب شما شما تو این دو جلسه قبلی مطالب عالی داشت خدا رو شکر من پیشنهاد می که بینندگان عزیز که مترجم هستن با شبکه تماس بگیرند، بگن ما حاضریم ما حاضریم که لااقل بتونیم جامعه مسیحی رو که خیلی نوپاس بتونیم با اصول کتاب مقدس آشنا کنیم خب ما راجع به خیلی چیزها راجع به خانوما صحبت کردیم حالا میرسه به اگر خاطر دو ما راجع به سمهای کشنده مرد صحبت کردیم منه. حالا میرسیم به برای خانوما سم نیست نگرانی, نگرانی هست منه. چه چیزهایی رو یک خانم مسیحی نگران میگه البته نگرانی ها لازم شما مسیحی باشید مسیحی نباشید نگرانی هست ولی در مسیحیت کتاب مقدس یه سری داروها رو تجویز میکنه ببینیم اول تشخیص بدیم نگرانی ها چی هست بعد بریم سراغ داروها خب یکی از مسائل دقیقا مثل آقایون عصبانیت خانوم که آقا از راه میرسه میخواد روی باز خونه مادر رو ببینه بیاد اونجا آرامش پیدا کنه از صبح تا شب یک سره تو خیابون مسافرکشی کرده تو اداره با ارباب رجوع کار کرده یا با رئیسش یک به دو کرده اومده یه نفس راحتی بکشه وای 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 با عصبانیت و تلخی و تون مجازی و اینا مواجه میشه بله و عصبانیت از بیتاقتی میاد از بیصبری میاد حالا شما بفرمایید که اینها از کجا نشأت میگیره به چه صورت ظاهر میشه و به ما بگید بابا چرا میذارید تو ما از راه برسید بهمون میگید البته شما رو نمیگم <applause> گلدن <تصفيق> من فکر میکنم وقتی که خانم ها تنها هستن اگر فرزندی داشته باشن که خب تو خونه دارن با اون مشغولن حالا یا مشکلات دیگه ایرم خب خانم ها دست و پنجه نرم میکنن روزانه طی روز با بچهشون هستن امکان داره با فامیل شوهرشون حرفشون بشه و متاسفانه ما اینو یاد نگرفتیم که این مشکل اگر هست شاید شخصی باشه دیگه نیم با شوهرمون که هنوز از راه نرسیده نه خسته نباشیدی نه چیزی شروع میکنیم به گفتن این مسائل و عصبانیتمون میزنه بالا ام. و مسلمان وقتی شوهرم خبر نداره و میگه خب چی گفته حالا گفته همین حالا گفته عصبانیت رو میزنه بالا دقیقا و اینطور که من از صحبت شما استنباد کردم گویا اون خانمی که فرزند نداره در طول داره بهش فکر میکنه و اصول کتاب مقدس رو مثل که پیاده نکرده به جای اینکه به چیز خوب به چیز نیکو به چیز پاک فکر کنه به مسیح فکر کنه فقط روی بدی ها روی زشتی ها روی رفتار بد تمرکز کرده خب یه اتفاقات بعدی هم میفته برادر محمد جان شما یه نکته خیلی خوبی اشاره کردین به اینکه به فکر کردن اول بگم این قسمتی که اودیشا میگه از زمان زیاد شما داری برای اینکه مشغول نیستین شما اگر کار بکنید مشغول باشید خدمت بکنید دیگه اصلا بعضی موقع فرصت برای خیلی از چیزا به وجود نمیاد واقعا حتی برای عصبانیت ولی این نکته شما میگه فکر کردن که تا مقدس خیلی قشنگ میگه میگه به تازگی ذهن یعنی اون چیزی که ما تفکر میکنیم در اون میاندیشیم اون عمل خواهیم کرد یک روزی بله. و اون تاثیرات خودش رو میگذاره رو ما دقیقه. حتما روی ما تاثیر میگذاره میگن عصبانیت از ناامیدی میاد یکی از ریشه هاشه از سرخوردگی میاد حالا ریشه های مختلف ممکن داشته باشه ممکن تو کودکی نوجوانی سرزنش شده باشه نامید شده باشه اصلا به خواسته هاش نرسیده باشه من خیلی از جوونا رو میبینم یا خیلی از نه جوونا کسایی که پا به سنگ گذاشتن حتی که آدم های مزاج و عصبی هستن وقتی باشون صحبت میکنیم یا مشاوره میکنیم میبینیم ریشه ها مال امروز و دیروز نیست ریشه ها مال قبله عزیزانی که می‌شناسم که توی جنگ بودن خاطرات بد دارن در دوران نوجوانیشون در جنگ یا از خانواده هاشون ها دست دادن یا خانواده همیشه اینا رو سعی کرده توی مسیر مثلا گفته برین همیشه دکتر بشین نمیخواست از نمیتونسته استعداد نداشت توقعات داشته بعد رفتن یه مسیر دیگه در آوردن سر در آوردن و از این وایس دوری از خانواده شده و این سرخوردگی ها لایه به لایه لایه به لایه روی همدیگه جمع شده یک شخص سرخورده ناامید شما دارین که با اولین تلنگر از جا میپره و عصبانی میشه و یکی تفکر بود و دیگری نداشتن واژه است که نمیتونی احساسات درون تو بیان کنی در نتیجه با پرخاشگری با عصبانیت میاد این بروز داده میشه حالا چرا ما واژه نداریم چرا احساساتمون رو بیان نکردیم شاید به خاطر اینکه همسرمون و صمیمیترین دوستمون نمیبینیم شاید فقط گزارش میدیم مثل رادیو تلویزیون بچه این کاری کرد اون اونجوری شد منم کاری ندارم نه یاد بگیریم که با همدیگه صحبت کنیم ولی اینجا یه نکته رو چون صحبت کردنه، یه نکته رو من از دید آقایون میخوام به شما خانوما بگم ما طاقت نداریم شما یه ساعت با ما صحبت نکن که میخوای یه نکته رو به ما بگی <applause> <applause> سری برو سر اصلا سری برو سر <applause> ماها همه سه ماهه به دنیا اومدیم نمیدونیم تحمل کنیم شما نه دوازه هم ماهه به دنیا اومدیم تحملتون زیاده دو ساعت روزه میخونیم <applause> یه دونه کلمه میگیم نه بالا غیرتن بگید ولی کلام به جا گفته بشه من میتونم حالا نوبت منم به عنوان مرد بگم من چه انتظاری دارم وقتی که از راه میرسم خسته کوفته دو ساعت منتظر تاکسی هم تاکسی پیدا نشده اونم سوار اتوبوس بشن ده تا اتوبوس رد شده از جلوی من کلافه کلافم وقتی که میام خونه شما یه کمی دندون رو جگر بذار چیزی نگو یه چای من بخورم بعد اون موقع من پیشنهاد میکنم اگر خیلی ناراحتید به آقا میگید روی مبل بشینه بعد برو رو پای آقا بشین اما کن به صحبت کردن زمان مناسب باید با. پیدا کنه خیلی به دل میشینه تا اینکه میدونم شما در طول روز داری کلافه میشی میخوای اینو هر چه زودتر بگی ولی در جلسه بعد میگیم چجوری بگید با نوشتن مورد دیگه ترس خانم هاست این ترس و نگرانی مخصوصا با این وضعیت دلار که همش بالا پایین داره میره ما نمیدونیم بالاخره صابخونه میشیم این ما از اینجا من باید بریم جای دیگه این شوهر من شغلش رو نگه میداره بله مقدار راجع به اینا صحبت کنیم که ترس از نگرانی ها از از اون استراب های درونی داره نه. داره میاد نمیدونم شما صحبتی دارید در این زمینه تجربه ای دارید تجربه که یا می... تجربه میاد. شنیدید از دوستان از لحاظ مالی منظورتون دیگه دو از هر لحاظی بله لحاظی. بعد آخه ترس خیلی تو خانوما ترس طبقه بندی شده است از لحاظ اقتصادی هستش بعضی اوقات خب خانم منزل وقتی نگاه میکنه به بودجه وقتی میبینه کم شده خب فکرش درگیر میشه چه کنم و اعتماد اگر نباشه به خداوند که خداوند روزی دهنده است و میرسونه اعتماد اگه بکنیم که درست میشه و ترس های دیگه هم وجود داره ترس از دست دادن هم هست تو خانوما خیلی زیاده ترس اینکه آیا شوهر من تا ابدیت اگر ایمان داشته باشن به ابدیت اگر نه که آیا شوهر من برای من تو این دنیا میمونه من پیر شدم زیبایی ما اد دست دادم یا حالا به هر هیکلم به هم ریخته نکنه یکی دیگه جلو چشش زیباتر به امه. نظر بیاد امه. یا اینکه وای اگه شوهرم فوت کنه چی کار کنم تنها میمونم بچه ها که رفتن و این ترس ها من فکر کنم بعضی اوقات خودش باعث ناخداگاه تلخ شدن رفتار زن میشه من فکر کنم ترس و استراب و نگرانی دقیقا مثل فشار خون برای آقایونه یهو میزنه سکته مغزی میکنیم یه جای دیگه عود میکنه و چقدر خوب اینا رو راهکارش هم مشخصه کتاب مقدس تمام راهکارا رو به ما داره میده استراب و نگرانی نداشته باشیم توکلمون به خدا باشه اصول کتاب مقدس رو مو به مو توی زندگیمون پیاده نکنیم به حرف این و اون گوش نکنیم چی میگن اونا از دیدگاه خودشون دارن به ما راهکار میدن میگن اون چیز رو که خیلی, اهم خیلی اهمیت داره حتما خیلی مهم هست رو خداوند بارها و بارها تکرار میکنه فکر میکنم بالای 120 یا 125 بار در عهد جدید و کتاب مقدس تکرار شده یا عیسی مسیح تکرار کرده که ترسان مباشید ما, ما ترسید دل شما حراسان نباشد دل شما مسترب نشود و این تکرار کردنش از اهمیتش خبر میده اون چون میدونه ما رو میشناسه چون خلق کرده ما رو طبیعت ما رو میدونه و دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم میدونه که پر از استرس و استراب است وعده خداست به ما که دل تو مسترب نباشد که من در این قایقی که تو داری در درش زندگی میکنی هرچند اگه دریا طوفانی باشه من با تو در اون قایق هستم آمین مطمئنم بینندگان عزیز و شما اون داستان ایسای مسیح رو که در شبی طوفانی روی دریا داشت راه میرفت و شاگرد در قایق بودن رو خوندید دریا طوفانی شده بود بله و ایسای مسیح داشت به طرف قایق میرفت و شاگردان مسیح رو دیدن و فکر کردن شبهه ایسای مسیح اما که نه من, من خودم و پتروس رو دعوت کرد که بیاد و پتروس از،, از, قایق بیرون اومد و شروع کرد به راه رفتن و کلام میگه زمانی که چشمشو از ایسای مسیح برگردوند و به عمق آب به دریای طوفانی نگاه کرد همونجا رفت زیرا هم برای آقایون هم برای خانم ها ما باید در طول زندگی در این مسیری که باید بریم 60 هفتاد، 80 هر چند سال از چشمانمون به خط پایان عیسی مسیح باشه این کاری که انجام بدیم بی پولی بیکاری بی ای بی هیچ کدوم نمیتونه این ساختمون ما رو بلرزونه بلعز فقط باید خیره بشیم به خود ایسای, ایسای مسیح یکی دیگه از البته ما قاطی کردیم دو تا از موضوع ها رو بله. ترس و تنهایی بله تنهایی هم یکی از مواردیه که خانم ها باهاش دست و پنجه نرم میکنن بعضی وقتا یا خیلی میترسن از تنهایی و یا اینکه میخوان همیشه تنها باشن کلافه نمیخواد با کسی معاشرت کنه یا اینکه صحبتی که شما فرمودید اگه شوهرم فوت کرد چی میشه بچه هم رفتن چی میشه و مخصوصا عزیزانی که سنی ازشون گذشته بچه ها دیگه دنبال کار و زندگی خودشون رفتن و خودش مونده و شوهرش چه اتفاقی میفته دوباره اینم تجویزش همون داروی قبلیه من به مسیح خیره بشیم استاندارد ما اگر مسیح باشه همه چیز درسته از تنهایی در میاییم استراب نداریم خشم نداریم عصبانیت نداریم یکی از همین مواردی که گفتین آخریش همین خشم و عصبانیته که جز این در واقع نگرانی, ها، نگرانی های خانم هاست زن زن هست ولی برای آقایون هم هست ولی چون موضوع برنامه در مورد زن هاست در میگیم خشم ها که خشم عصبانیت که به خودی خود در واقع گناه نیستش بل. ولی اگر حواسمون بهش نباشه جمع میشه جمع میشه و یک روزی به گناه تبدیل میشه تبدیل به گناه میشه خشم اگر نه به خودی خود گناه نیست خب مرسی اگر اجازه بفرمایید ما به بینندگان عزیز دقایقی رو فرصت بدیم که مره. یه استراحتی کنن یه چایی برای خودشون بریزن <applause> ما هم یه استراحتی کنیم مجدد به خونه های شما برمیگردیم ممنون از لطف شما جدد. امیدوارم که چای رو نوش جان کردید و ما در خدمتتون هستیم خب بریم راجع به چیزهای دیگه صحبت کنیم بعد محمد اگه میشه در مورد خشم و عصبانیت بیشتر صحبت کنیم چون این مسئله این نیست که فقط آقایون درگیر این مسئله خشم و عصبانیت هستن خانوم هم هستن مثل آقایون با داد و هوار میریزنش بیرون خانوما اون تو نگه میدارن اینقدر نگه میدارن که یه روزی مثل آتش میزنه بالا خب خوبه خب برادر اگر شما لطف کنید یه آیه از کولسیان برای ما بخونید فصل سه آیه هشت ببینیم به خشم چی داره میگه کولسیان سه هشت دیگه اما اکنون باید همه اینها را از خود دور کنید یعنی خشم عصبانیت بدخواهی ناسزاگویی و سخنان را از دهان خود خب یه بار دیگه یه بار دیگه چون اما میخوش... اکنون باید همه آه آه میگه چی میگه باید باید بله, بله بله یعنی حتمی حالا دل بخواهی نیست درسته چیکار کنم من بعد چیکار کنم به عنوان یه مرد مسیحی به عنوان یک زن مسیحی چیکار کنم باید همه اینها را از خود دور کنید چیا رو خشم خشم خب یک اصابانیت. دو عصبانیت عصبانیت داد و هوار کردن ظرف اه... غذا رو پرت کردن وسط اتاق بدخواهی بدخواهی لاهی بری زیر ماشین <تصفح> ناسزاگویی دیگه اینشو نمیگم <تصفح> و سخنان زش رو از دهان خود دور کنید دیگه الفاظ بله اون دو اولش که به موضوع بحث ماست خشم و عصبانیت رو خود دور کنید واقعا به این چیزا هست که ما باید خیلی با مواظب باشیم خب شما اشاره کردید یه موقع سوء تفاهم نشه احساس گناه بهمون به دست نده خشم یک عکس عمل طبیعی انسانه درش گناه نیست کاری که با اون خشم میکنیم گناهه این خشم ممکنه با ناسزاگویی دریوری گفتن در به هم زدن خب مگه در به هم زدن گناهه نه گناه نیست ولی ما ترس رو در بچه ایجاد میکنه ترس رو در زن ایجاد میکنه دفعه دیگه بهت چیزی رو نمیگه چون میدونه تحمل نداری پس گویا ما چون تحمل نداریم عصبانیت از امون بروز میکنه خب ما ببینید نگاه میکنیم در کتاب مقدس داستانهای زیادی هست با مثال مثلا داستان شاول که وقتی دید که داوود پسر بچه توی جنگ پیروز شد و همه اسرائیل دارن راجب به پیروزی داوود دارن صحبت میگه حالا یه نفر از بین مردا این بابا یه اون پادشاهی کرده راجبش کسی حرف نزد ولی این رفت یه نفر رو کش و حالا دارن راجبش صحبت میکنن خشمگین شد خب البته خشم این از, از حسادت ایجاد شد حسادت کرد خشمین شد اما کاری که نباید میکرد کرد خواست داوود از بین ببره اینجا مشکله یه مثال دیگه شما بردار از کتاب بله. مقدس الان که شما گفتین اینو بهش دوباره دقت کردم چون این داستان رو ما بارها خوندیم ولی خدا اجازه میده یه دفعه چیزهای دیگه درک بکنیم ازش من فکر میکنم شاول به خاطر محبوب شدن داوود ناراحت شد و این بله چقدر حسادت بله این چقدر عجیبه واقعا این اتفاق تو پیدایش میفته برای دو برادر که های آدم و هوا هستن قائن و هابیل بله قائن از محبوب شدن هابیل نزد خدا این بار ناراحت میشه و خشمگین میشه و این خشم خشمو نمیتونه کنترل بکنه و نمیتونه کنترل بکنه و انباشته میشه و تبدیل به قتل میشه دقیقاً و شعول هم همینطور و نمونه های دیگه من این فکر تو رابط... چون صحبت زن چقدر خوبه که ما من میبینم توی زن و شوهرا که این که دی... چه کسی محبوب دیگریه محبوب فامیله محبوب بستگانه توی کلیسا توی خدمت من محبوبیت داره به فکر اونا به فکر اون شخص یا همسر این دوست داشتنی تره بله بله این 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 نگاه باید عوضش بکنیم و این این نگاه خوبی نیست به نظر من و بعضی اوقات هم من اینو دیدم که برفز مثلا همسر من محبوبه یا همه دوستش دارن خوب میتونه حرف بزنه یا جوک خوب تعریف میکنه جمع و جذب خودش میکنه و میبینم که بعضی اوقات مثلا خانوم اون آقا برمیگرده میگه مثلا ببین ببین چه خوب میتونه جمع و نگه داره تو همش اخ میکنی او این خوب نیست اون کاراکتر اونه بله. نباید کاراکتر اون عوض کنه خب همون باعث خشم مرد میشه دقیقا 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 اگر اجازه یه مقدار بریم توی کتاب مقدس مخصوصا امثال سلیمان و اگر خاطرتون باشه در جلسات قبل یه راهکاری ما دادیم که نوع ایمان عزیز حتی ایمانداران کار، روزانه طبق تاریخ اون روز بیان یکی از امثال سلیمان رو بخونند و باشه که این اصول من. کتاب مقدس در زندگی ما پیاده بشه لطف کنید امثال سلیمان فصل 15 آیه یک رو برای ما قرارات کنید پاسخ ملایم خش را فرو می نشاند خب پس اگر فرقی نمی آقا یا خانم اومد داد و هوار شما دیگه داد و هوار نکن شما آروم صحبت کن برای ادامهش اما پاسخ سخت خش را برمی انگیزد پس اگر داد زد داد زدم اون بیشتر داد میزنه و میدونید عکس عمل طبیعی آدم همینه اگر شما امروز تا یه حد تا اینجا داد بزنید فردا یه کمی بیشترش میکنید پس فردا بیشتر بیشتر و بیشتر و بعد به یه جایی میرسه که دیگه ایهاد من نزل واقعا خدا به داده ما برسه اون آیه 18 رو با همدیگه بخونیم 15 18 بله 15 18 شخص تونخو نزا برپا می کند پس تونخو یعنی چی؟ عصبانیه بله بله زود سریع اکسال عمل بله. خوبی نشون نمیده اودیم یه عده س یه عده کارن بهدکارن تونخوه همیشه طلبکاره حقمو باید بدید بابا در مسیحیت حق دادنیه نه اینکه بگیری خشم و تونخویی افزایش میده و این برای هر دوی ماست هم برای آقایون هم برای ها که در رابطه با همدیگه هیچ موقع تونخویی نداشته باشیم وقتی که بیرون هستیم بله خیلی محبت داریم ولی تو خونه اوه... اصلا با یه من اصلا نمیشه طرف خورد ادامه ولی شخص صبور دعوا را فرو می با صبر جنجال پول میکنه دریشان همیشه میگه میگه صبر میوه روح القدس آمین بله منم که مقدس نه خب به ما گوشزد بکنی منظورم اونه خب آیه فصل 22 آیه 4 ببینیم چی میگه نتیجه فروتنی و اطاعت از خداوند ثروت و احترام و عمر را طولانی می پس اگه می خواهیم عمر دراز داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ فروتنی, فروتنی اطاعت از اطاعت. خدا. اطاعت. چرا؟ بقید. به خاطر اینکه توی اون خونه دیگه جنگ و جدال نیست بچه ها در آرامش و سول مت... روش میکنن بعد دقدقه های بچه ها دیگه عمر شما رو دیگه کم نمیکنه مواد سفید دیگه نمیشه مواد دیگه نمیریزه آرامش توی خونه خب اه آیه فصل 21 آیه 14 اگر شما هم داشته باشید بخونید خیلی ممنون میشیم ممنون که خواهرمون تنها نهارم. تنها نخونه برنامه خانم هر سودیشان بخونه <تصفح> من زیاد صحبت کردم نه <تصفح> <تصفح> اینا به نفع ما نیست 21 14 میگه آتش خش را میتوان با هدیه پنهانی خاموش کرد رشوه در خفا نیز غضب را فرو می نشاند یعنی اینکه وقتی که آقا وارد خونه شد خیلی دیگه داره از کوره به در میده یواشکی یه ما چشمی کنی بله بله کش میکنه رشوه ای که میگه تو تفاهم نشه برای عزیزان بله بله این هدیه پنهانی بود که برادر گفتن زن و شوهر به همدیگه دیگه میتونه رشوه بله بله رشوه های پنهانی فصل 29 آیه 9 وقتی یک آدم عاقل با یک شخص احمق به دادگاه می روید، شخص احمق خشمگین می شود و او را مسخره می کند و صلحی نخواهد بود چیزی گفت برای گفتن نداره بله، خیلی خودش گفت خیلی بله. واضح و روشن داره بله. داره میکنه حالا این در مورد خشم نقطه مقابلش آیه 8 ببینیم چی میگه همون جا؟ همونجا, همونجا, همونجا آیه 8 شخص احمقی که دیگران را مسخره می کند شهری را به آشوب می کشد. اما آدم دانا خشم را فرو می نشاند. پس ما باید حکیم باشیم و خشمو بیاریمش پایین. به داستان شنیدن طرف تو اداره رئیسش بازنش زنش دعوا کرده بود اومد تو اداره بعد عصبانی داد و هوار زد سر آقای کارمند کارمنده هم دیگه کلافه شده بود دیگه رفت خونه وارد خونه شد داد و هوار زد سر زن زنان کلافه پدرش در اومده از صبح تا حالا غذا درست کرده بچه اومد گفت مامان غذا چی داریم داد و هوار زد سر بچه بچه هم گفت مامان من چیزی نگفتم اومد رب ها گربه شون اومد طرفش میام میاد یه اردنگی زد به گربه گربه هم خشمیش از اون مرد یه پرنده رو دید پرنده رو زد تیکه پاره کرد ببینید چرخی عصبانیت همینجوری میگرده و انسان حکیم میاد این چرخه رو پاره میکنه بله. یه اتفاقی برای شوهر من افتاده که داره این برخوردو میکنه در قیاب من یه اتفاقی برای خانمم افتاده که داره این حرکت رو انجام میده دنبال اون باشم من یادم نمیره که از از داستان بگم بله یادم نمیره که یکی از کارمندهای کارمنده, البته کارمنده از تکنس... من البته کارمند یکی از تکنسین های من سالها پیش توی اداره بودیم یهو من ازش خواستم کاری رو برای من انجام بده بله اون روز من خودم تحت فشار بودم چون رئیسم به من گفت این کار این پروژه ها باید تموم بشه و پروژه هایی که قرار بود مثلا در مدت یه ماه تموم بشه ما مجبور بودیم یه هفته تمومش کنیم وقتی که اومدم گفتم خودت و تیمت بعد بری اینو سریع تموم کنی جوش آورد و یه برخورد خیلی بدی اونجا با من انجام داد همه تعجب کردن من چیزی بهش نگفتم توهین کرد و موقع ایشون رفت موقع رفتم سراغش ببینید برخورد مهمه رفتم سراغش و رفتیم با هم دیگه نهار از چه قراره اول چیزی نگفت ولی بعد گفتش که الان هفت سال من از کشورم دورم خانومم تنهاست با بچه خبر به هم رسیده که خانم هم داره میره میخواد بره با یه نفر دیگه ازدواج کنه ببینید خشمی که اونجا داشت سر یه پروژه هم. برملا شد و اگر من اون روز حکمت به خرج نمیدادم و می اومدم دریوری بهش میگفتم وگر وگرنه اخراجت میکنم این آقا شغلش اون روز دست میداد از اونورم زنشم که اون صورت خیلی ازش تشکر کردم که با من این مسئله در میون گذاشته سری با رئیسم صحبت کردم گفتم ایشون بعد فردا بره از اینجا بره برای دو سه هفته مرخصی ببینید و اون روز من یک دوست پیدا کردم صمیمی شدیم و ایشون همسرشو حفظ کرد امیدوارم که بتونیم به دلهای مردم نگاه کنیم برای چی داری این کار رو انجام میده خب اگر اجازه بدید ما یه فرصتی بازم. به بینندگان عزیز بدیم و تا دقایق دیگه ما خدمتتون برمیگردیم. در خدمتتون هستیم با برنامه ازدواج مسیحی. خب میرسیم به آخرین بخش این برنامه که چطور ترس و نگرانی و استراب و دلحوره و, و از اونور ور و و بعد ترس و این خشمی که در مردان هست و چطور ما برطرف کنیم. یه فرمول کتاب مقدس به ما داده یه دونه عنصر هست اگر این عنصر توی دل ما جا گرفت توی خونوادمون جا گرفت همه چیز عوض میشه کلید تمام مشکلات ما کلید تمام نگرانی های ما کلید تمام موفقیت های ما در روابط ما به عنوان مسیحی در روابط زن و شوهر فقط یه واژه است محبت خب ما راجع به محبت خیلی صحبت کردیم ولی آیه آیات مشهور این زمینه رو نخونیم. خب لطف کنید بر در شما از رساله به قرنتیان، اول قرنتیان، فصل 13 از آیه چهار که میاد میگه که محبت اصلا چی هست؟ لطف کنید بر ما بخونید. اول قرنتیان 13 چهار. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد رفتار ناشایسته ندارد نفع خود را نمیجوید به آسانی خشبی نمی شود و کینه به دل نمیگیرد محبت از بدی مسرور نمی شود اما با حقیقت شادی میکند محبت با همه چیز مدارا میکند همواره ایمان دارد همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. مرسی پس یه چیزایی رو داره میگه محبت اینجوری هست محبت اینجوری نیست حالا این اینجوری هستش کدومه آیه چار حلیمه مهربونه آیه هفت صبوره صبوره آیه هشت همون هفت خوشباوره خوشباوره امیدواره. یعنی هر چی که بهش بگه منظور این چی بود یه چیزی دیگه یه میخواست به من بگه از بس با ما اینجوری صحبت کردن حرف راستم که به ما میگن باور نمیکنیم، کنیم میگن نه این یه منظور دیگه داشت من میدونم یه منظور دیگه داشت بابا منظور دیگه نشم نه داری. من خودم میدونم خب همه چیزو باور میکنه بعد شاده با حقیقت با حقیقت با شنیدن حقیقت شاده یه چیزی که داره میکنه. میگه در همه حال امیدواره. امیدواره امیدواره, امیدواره 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 امید به همه چیز داره اون یه کارتونی بود گالیور من میدونم درست نمیشه این منفی بافی از دهنش نمیاد خب مدارا میکنه مدارا میکنه حالا اینا چیزایی سازبانه. که هستش چه چیزایی نیست تو همین آیات حسود نیست, حسود نیست. خودبین نیست من الان ده سال تو این اداره هم به من ترفی ندادن ولی به این بچه که تازه اومده ترفی دادن حالا یه برنامه سرش پیاده میکنم آره حالا اونه که خارج از ایران هستن من ده سال اینجا اینجا هنوز برگام نیومده پسر تازه اومده همه چیزاش درست شده خونه بهش داده من تو دو... من تو کنار خیابون میخوابیدم حسود نیست این اتفاق برای شده خدا رو شک اتفاق براش افتاده بعد غرور نداره غرور نداره بله مم. فخر نمیفروشه به کسی بله رفتار ناشایست نداره بله نفع خود را طلب نمی کنه تو این ازدواج چی گیر من میاد؟ بابا محبت نیست در این رابطه کلند تو هر رابطه ای که میخوایم برقرار بکنیم با هر کسی چه چیزی اول گیر من میاد بله دقیقا امیدوار هستیم که این رابطه پایدار بماند بله که نمیماند <تصفح> <تصفح> خب حالا اهمیت این محبت و کلام خدا چطور تو آیه های بالا عنوان میکنه یه نگاهی کنیم بله. در آیه دو میگه اگر قدرت نبوت داشته باشم و به توانم جمله و معارف رو درک کنم اگر چنان ایمانی داشته باشم که به توانم ها رو جابجا به بکنم اما محبت نداشته باشم هیچم یعنی محبت نداشتم اون به ایمان من به درد هیچی نمیخوره هیچی نمیخوره بریزش دور محبت رکن اساسی ایمان مسیحی بله آمین بعد اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خویش به شعله های آتش بسپارم اما محبت نداشته باشم هیچ سود نمیبرم یعنی اگر یه بابایی بزنید آب پاکی رو من بریزم ادعای مسیحیت میکنه حالا تو خونه ما خیلی کارا میکنین بیرون از خونه جلوی کلیسا اینقدر محبت اینقدر گردنمون رو خم میکنیم فروتن هللویا ولی تو خونه میتونی زن و بچه میدونن چه پاره ای هستی محبت نباشه به درد نمیخوره نه نه هیچ ارزشی این... هیچ برای خدا نداره و البته میاد توصیف میکنه که محبت, حالا محبت هرگز حالا بله؟ میگه محبت هرگز پایان نمیپذیرد آره کلا لا یا تناهیه. داره من به کافی دیگه تو رو دوست داشتم دیگه از دیگه آره. از اینجا بعد دیگه تموم شد آره به هیچ چند روزه پایان نداره تا ابد آباد حالا میخوام یه کار انجام بدید شما خواهر من میخوام از آیه 4 مجدد شروع کنه بخوندن <تصفح> اما این بار کلمه محبت رو بردار و به جای محبت کلمه مسیح رو بذار دوباره بخونش مسیح بردبار و مهربان است. در مسیح حسادت و خودبینی و تکبر نیست. مسیح رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشبین نیست. و کینه به دل نمی گیرد. مسیح از ناراستی خوشحال نمی شود. ولی از راستی شادمان می گردد. مسیح در همه حال صبر می کند. و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. خب آیا مفهوم کلمه مسیح رو که ما گذاشیم جای محبت معنی میده؟ بله. بله. ذات خدا محبته. آمین. خدا محبته و میخواد که ما محبت ازمون جاری بشه. خب نومد شماست. همین آیاتو میخوام بخونی و کلمه محبت رو حذفش میکنی میگی داریوش به به <applause> و شما گوش کنید چش حمله بر خودستایی نباشه درخواست برادر <تصفيق> 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 داریوش بردبار و مهربان است حسد نمیبرد فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد داریوش رفتار ناشایسته ندارد و نفع خدا نمیجوید با آسانی خشمگین نمیشود کینه به دل نمی گیرد. داریوش از بدی مسرور نمی شود اما با حقیقت شادی می کند. و داریوش با همه چیز مدارا می کند. همواره ایمان دارد. همیشه امیدوار است. و او در همه حال پایداری می کند. خب حالا شما همون آیه رو بخونید و اسم خود خود خودمون حدیث بردبار و مهربان است و حدیث حسادت و خودبینی و تکبر نیست. هودیس رفتار ناشایسته نداره. خودخواه نیست. خشمگین نمیشه. کینه به دل نمیگیره. هودیس از ناراستی خوشحال نمیشه. ولی از راستی شادمان میشه. هودیس در هر حال صبر میکنه. و در هر حال خوش باور و امیدواره. و هر باری که باشه تحمل میکنه. کاری که من میخوام نه تنها شما که بیلندگان ما انجام بدن، هر دو زوج بشینند و این آیاتو رو همینجوری که شما خوندید بخونن و بعد به همدیگه بگن کجاها کم داریم چون این استاندارد خداست باید من بتونم اسمم رو بذارم اونجا و بگم اینی که خدا از من میخواد و اون موقع است که دوستی ها، نشاط، خوشی، لذت توی زندگی موند. آرامش هست. خونه ندارم اما آرامش دارم. پول ندارم آرامش دارم. کار ندارم اما آرامش هست. چرا که هستن هم خونه دارن، هم پول دارن، هم ثروت دارن اما آرامش ندارن. دلشون مثل سیر و سرکه میجوشه. این کار رو انجام بدید، اسمتون رو بذارید و ببینید کجاها کم دارید. منو. چرا که الگوی خدا خداوند همینه آه. ممنون از شما ممنون از همراهیتون از و همینطور ممنون از بینندگان عزیز که تا این ساعت از برنامه همراه ما بودن و امید من اینه که این رساله به اول قرانتیان فصل 13 آیات 4-5-6 رو بتونیم با اسم خودمون عوض کنیم و بعد ببینیم زرف همون در کجاست روی اون ضعفها ها کار کنیم دعا کنیم و بسپریمش به دستان خداوند و عیسی مسیح همراه شما باشه تا برنامه دیگر خدا نگهدار